سه هفته از حمله های مرگبار پاریس می گذرد. حمله هایی به چند کافه و رستوران و یک سالن کنسرت در پاریس که 130 کشته به جا گذاشت. در حالی که پلیس فرانسه همچنان به دنبال مظنون اصلی این حمله هاست، امروز یکی از کافه هایی که مورد حمله قرار گرفته بود درهای خود را بار دیگر به روی مشتری ها باز کرد. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما سری زده به همین کافه. منطقه 11 پاریس، یکی از شش کافه و رستورانی که درست سه هفته پیش مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت، حالا درهاش رو به روی مشتری ها باز کرده تا به قول صاحبانش زندگی دوباره رو به این محله برگردونه. اومدیم اینجا چون همین بغل درس میخونیم. بازگشایی این کافه نمادیه. میخواستیم بگیم اینجاییم. از اومدن به اینجا نمیترسیم و چیزی برای ما عوض نشده. همچنان هستیم و به زندگی مثل قبل ادامه میدیم. اینکه دوباره اینجا باشیم خیلی لذت بخشه. با دوستامون با هم لحظات خوشی داریم. فضای خوبیه. شادی وجود داره که همون مهمه. برخی از مشتری‌های قدیمی، ساکنان محل و همینطور همسایه‌ها امروز صبح قهوه‌شون رو روی تراس این کافه نوشیدن. راستش اومده بودم اینجا که از قربانیان یادی بکنم و نمی‌دونستم که بار باز شده. از فرصت استفاده کردم که هم چیزی بنوشم و هم نشان بدم که نمی‌ترسم. شاید بی اختیار به این اتفاقات فکر کنید، ولی همه چیز مثل همیشه است. بی اختیار به فکر فرو میرید، نمیتونید جلوی این فکرها رو بگیرید، ولی بعد به خودتون میاد. آبجو همون آبجوه و خیابون همون خیابون. همه چیز مثل قبله. جمعه 13 نوامبر، 5 نفر در این کافه کشته شدند. دسته های گل، شمع و پیام ها کمی دورتر به مقابل این کافه منتقل شده و جای اون رو یک تابلو با پیام های قدردانی و تشکر پر کرده. تابلوی که قبلا روی اون منوی غذای روز نوشته میشد، حالا روش نوشته شده که حالا باید در کنار هم باشیم، به پیش بریم تا فراموش نکنیم. خیلی خوبه که محله مثل قبل بشه. این به معنای این نیست که ما فراموش کردیم. نباید این اتفاقات را فراموش کرد و در این حال باید به زندگی عادی ادامه داد. تنها چند صد متر دورتر کافه های دیگه که اون شب مورد حمله قرار گرفتن هنوز تعطیلن و برای باز کردن درها و پشت سر گذاشتن کابوس جمعه 13 نوامبر به زمان بیشتری نیاز دارن. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.